اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در آفتاب سحرگاه خانه پدری، ولی مرگ در اندیشه های دربدری. سیاهکار و سیاه روز در برابر ترس، به لرزه آمده دیوار ظلم سربسری. به هر سوی وطنم بانگ عشق جاری شد، حضور اسیان جاری به بخش باختری. به شرق میهن من رستمانه می جنگد، بلوچها به دفاع از شرافت پدری. نگاه کن به خراسان و اصفهان بزرگ، نگاه کن به یلان عزیز ناموری. به لطف و عشق شما میهنم شکوفا شد. نگاه کن همه سو آسمان بازتری. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 13 مهر ماه، 5 اکتبر، به شما سلام میکنم. دو سه بار این رفیق قدیم و ندیمم دکتر حسین‌پور که مهمان بود ازش پرسیدم بلوچ‌ها چرا ساکتن، چرا آقای شیخ عبدالحمید به نوعی با رژیم داره همدلی میکنه. گفت بلوچ‌ها صبرشون بسیاره، اما وقتی صبر سرایت، اون وقت یلان همه در رستمانه، همونطور که تو شعر گفتم، میان که از اعتبار و جایگاه پدری و سرزمینیشون دفاع کنه. درود به دکتر حسین‌پور عزیز. جناب دکتر نوری‌زاده گرامی، همینطور به ملت شریف و دلاور ایران و سلام خاص دارم به هموطنانم در بلوچستان و سیستان و هر کجای دنیا که هستم. دکتر حسین‌پور، این طرح رژیم برای اینکه نشون بده این اتفاقات، یه طرف کردا جدایی طلبن، یه طرف بلوچا تروریستن، با شکست روبرو شد. دلیل عمدهش رو چی میدونی که نتونست جا بیفته بین مردم؟ اتفاقا در سخنرانی که هم دیروز کرد اشاره کرد که می توانید با دیگران یه مقداری با مراعات رفتار بکنید، ولی نه تجزیه طلبان. وقتی که آقای خامنه ای صحبتش تجزیه طلبان میکنه، و بارها گفتیم که این یک تله خامنه ای و جمهوری اسلامی بود که همه جا راه انداخت، ولی وقتی که صحبت از تجزیه طلبان میکنه، منظورش تقریبا 70% جمعیت ایرانه، یعنی کردها، ترکها، عربها، لورها، بلوچها، ترکمنها، تمام مناطق شرق ایران، هر کسی که ناراضی است. و یه اعلام جنگ صریح داد که با اینها رو به هر صورتی که میتونید باشون رفتار بکنید. و این درست همون چیزی بود که بی بی سی و جاهای دیگری شاید میخواستن بشنوند، ولی مردم ایران این رو در طول این 17 روز ثابت کردند که مفهومی به نام تجزیه طلبی در ایران نداره. و کسانی هم که گاه گاهی صحبت از این ماجراها میکنند، ماموران خود جمهوری اسلامی هستند که میان این موضوع رو مطرح میکنند برای اینکه بین مردمان ایران اختلاف بیندازند
و به همین دلیل هم در عمل ثابت شد که چنین چیزی وجود نداره. ملت ایران، مردمان ایران، مفهوم تجزیه طلبی مفهومی است که جمهوری اسلامی آورده برای اینکه مبارزین رو از صحنه خارج بکنه، و به همین دلیل ما این شانس رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. ببینید امروز کردها را محل مسکونیشون رو هم بمباران کردن، دیروز 9 نفر از سرداران طوایف بلوچ رو هم ترور کردن، علاوه بر میزان کشترهایی که دیشب شده، دیروز شده، همه اینها هست. اما چرا دست بر نمی دارند از مبارزه؟ الان حتی مدرسه ها، بچه های مدرسه ها هم اومدن در خیابان. بنابراین آقای خامنه ای، من به شما اطمینان میدم که مردم ایران به بلوچ ها، کرد ها، عرب ها، لور ها، بختیاری ها به همه ما اعتماد کامل دارند و میدونند که ما برای ایران مبارزه کرده ایم، برای ایران مبارزه میکنیم. حرفای شما رو هم باور نمی کنم. دیروز آقای دکتر سمبور خیلی حقارت آمیز بود، یعنی خامنه ای رو بعد از 12 روز به ضرب، به قول دوستمون، به ضرب آمپول و غیره سرپا آوردنش، این بنهور که یه چوب کرده بودن که اطلاع بدن نمرده، ولی اومد این مرد یک کلمه در حمایت از مردم حرف نزد. یعنی حداقل دودز بازی همیشگیشو بکنه، یه واجب بگه، اصلا نیروهای انتظامیشو تقویت کنه، ولی یه کلمه برای مردم بیگناهی که کشته شدن. حالا الان صحبت از 140 کشته است. من آخرین آمار رو که نگاه کردم 140 کشته، این رقم کمی نیست. و بنابراین میخوام بگم بهتون که متاسفانه این بازی خامنه‌ای درست این تیری بود که به مغز خودش رها کرد که این مغز علیل دوباره علیل تر بشه. نکته دیگه میخوام ازت بپرسم. ما شرح داستان بلوچستان از همه جا شنیدیم، ولی از زبان حسین بور خیلی مهمتره. از اون ابتدا برای ما بگو چه شد، چه اتفاقی افتاد و چی شد که مولوی عبدالحمید هم صداش در اومد. اول یکی دو تا مطلب راجب به خصوصیات بلوچ ها تا بدونیم که اصلا چرا ماجرا به این گونه کشید. ببین خودت شما به خوبی میدونید بلوچ ها مردمان حماسه ساز بوده اند، هستند و خواهند. بنابراین تسلیم شدنی نیستند. اگر تسلیم شدنی بودند با این همه کشترها تسلیم میشدند. یک. دوم، مردم بلوچستان سازمان پذیر هستند، به سرعت سازمان میپذیرند، به سرعت بسیج میشن توسط کسانی که بهشون اعتماد دارند. و مورد دیگر این هست که رهبری رو میپذیرند، پیروی رو هم میپذیرند. بنابر این خصوصیات و همبستگی فوق العاده ای که بین تمام بلوچ‌ها در سرتاسر جهان هست، وقتی که اون نمازگزاران از محل نماز اومدن بیرون، از قبل جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده بود که یک درسی به اینها بدیم که دیگه مقاومت نکنند، بدون اینکه مردم حرفی بزنند، بدون اینکه مردم حمله بکنند، بدون اینکه مردم تحریکاتی بکنند علیه جمهوری اسلامی. شروع کردند به تیراندازی به مردم نمازگزار، بعدن به داخل مسجد مکی تیراندازی کردند و به این وسیله مردمی رو که اصلا آمادگی جنگ نداشتند شروع کردن به تیراندازی کردن، و در همون مراحل اول 50-60 نفر کشته شد که الان تعدادش به بیش از 100-150 نفر هم رسیده. ولی جالب بود آقای دکتر، وقتی که اینها تیراندازی می کردند مردم همینجوری محکم ایستاده بودند، هیچ کسی فرار نکرد، هیچ کسی پشت به دشمن نکرد. و فردوسی درست گفته بود که مردم بلوچ هرگز پشت به دشمن نمی کنند. محکم اونجا ایستادند، جمهوری اسلامی زد و بعد از این که مردم دیدند که اینها رها نمی کنند، برای اینکه آقای دکتر ما به مردم گفته بودیم که مواظب باشید که هر گونه مقاومت مسلحانه شما موجب میشه که جمهوری اسلامی بگه اینا تجزیه طلبند و اون مردم رو کشتند. بنابراین ما هم
اونها رو زدیم. مردم هیچ گونه مقاومت مسلحانه نکردند و موندند و جمهوری اسلامی به کشتن ادامه داد تا اون که مردم دیگه خسته شدند از بس که عزیزان خودشون رو دیدند که کشته میشن و اونها هم شروع کردن به تظاهرات و حرکت‌های مدنی 100% مدنی. هیچ گونه اسلحه‌ای در روز جمعه توسط مردم به کار نرفت و ولی جمهوری اسلامی همچنان کشت و همونطور که آقای خامنه‌ای گفت اینا طرز طلبند، اینا را بزنید و بکشید و فرماندهان هم از این ماجرا استفاده کردند. در این کشتاری که کردند خب طبیعی بود که تعدادی از خودشون هم که بودند کشته شدند، برای اینکه یا اونها در میانشون بلوچ بود که اینها را کشتند و یا اینکه ایرانیان وطن پرستی بودند که یکی دو نفر از فرماندهان رو دیدن که بی‌محابا مردم رو میکشند کشتن. ولی تا امروز که من در خدمتتون هستم این مبارزات به صورت پراکنده ادامه داره. دیشب هم در بسیاری از جاهای زاهدان صدای تیراندازی شنیده شده، با مردم درگیر شدن و به کشتارها ادامه میدن. دکتر، ماجرای تعرض به یک دختر جوان بلوچ کامل داستانش بود و آیا اون تصویری که ما دیدیم اون سرهنگ متجاوز رو کشتن درست بود و این اتفاق افتاد یا نه؟ اون چی مسلمه اینه که این سرهنگ به این دختر 15 ساله تجاوز کرده و تحقیقات انجام شده، تحقیقات این رو ثابت کرده. بعدن چند خانواده دیگر هم جلو اومدند و گفتند که به دختران ما هم همین سرهنگ ابراهیم کوچک زایی که مال زابل هست، از شیعان زابل هست، اون به چند دختر دیگر هم تجاوز کرده. لابد گفته سنیان، خب اب نداره، گناه نداره دیگه، خیلی راحت. دقیقاً هدفشون اینه که بگند که اینها غنایم ما هستند و به ما رسیدن، بنابراین اگر ما به اینها تجاوز بکنیم هیچ اشکالی نداره. بعدن چند روز بعد 6 تا دختر رو از منطقه ایران شهر، اونها هم بین 15 تا 17 ساله بودن، اونها رو دزدیدن و بردن که کسی خبر نداره که چی شد، چه بلای بر سرشون اومد. قبل از اون هم در حدود 30 تا دختر رو به صورت مستمر و سیستماتیک در ایران شهر مورد تجاوز قرار دادند و این خانواده ها از بدنامی حرف نزدند. بعدن که یکی شکایت کرد بقیه جلو اومدند و جالبه تمام اون خانواده ها رو گرفتن زندانی کردند که شما به نیروهای خوب و وطن پرست و مؤمن جمهوری اسلامی اهانت کردید. بنابراین این یک کینه رو در مردم ایجاد کرده بود که دنبال فرصتی گشتن که این اونچه در دل داشتن بیان بکنن. و البته اون عکسی که در اونجا هست، ما هنوز مطمئن نیستیم که اون شخص کشته شده یا نه، برای اینکه هیچ نیرویی مسئولیت اون رو به عهده نگرفت. و در ضمن بعد عده میگویند که هنوز زنده است ولی از چابهار خارجش کردن و به جاهای دیگه بردنش. غیرت آقای خامنه ای همینه دیگه، یک تن از شهروندان مورد تجاوز قرار میگیره و ایشون و دستگاهش از متجاوز حمایت میکنه. و حالا اینطور که دکتر حسین بور گفت مسئله یکی دوتا نیست، واقعا اینها همون نگاه طالبانی رو که به شیعیان اونا دارن اینا به سنی ها دارن، دقیقا این نگاه طالبانی. سنی غنیمته دیگه، وقتی به همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه اون اهانت ها رو میکنن و اون توهین ها رو، دیگه بدیهی است برای یک دختر بلوچه، طفلک، فقیر، توی خانواده فقیر چه کار میتونن کنن؟ همین چیزایی که داره میگه. خب آیه دکتر حسین بور، اولا نگاهت به این جنبشی که همه ما رو به شور آورده چیه؟ چه احساسی داری بعد از 40 سال مبارزه؟ شعار زن، زندگی و آزادی.
ببینید شعاری است که در روزهای که یعنی خاصی بود که ما در روزهای دانشجویی و زمانی که در ایران بودیم عمل میکرد. یعنی بله. زن بود، زیبایی بود، زندگی بود، امید به آینده بود و سازندگی بود. همه اینها وجود داشت. الان و این شعار زن، زندگی و آزادی و زیبایی رو هم بهش اضافه بکنیم، در تمام دنیا اصلا همینه. بله. واقعا تمام انقلابات جهان برای همین بوده. الان هم که ما زندگی میکنیم برای همینه. و این چقدر زیبا انتخاب شده، چقدر مردم ایران خوش فکری نشون دادند که این رو در همه جا مطرح کردند. و ژینا امینی یا مهسا امینی خب واقعا سمبل این شد. و من احساس کردم آقای دکتر نوریزاده که ما این چندمین بار هست که عملاً تبدیل به یک فامیل میشیم، تبدیل میشیم به یک خانواده. بله. که احساس همدردی میکنیم نسبت به هم. اگر یادتون باشه اولین همدردی و همدلی با قیام سراوان شروع شد که اونجا هم 30-40 نفر در همون روز اول کشته شد و بعدن هم کشتارها ادامه پیدا کرد. بعدن همین جریان در خوزستان و اهواز پدید اومد، باز مردم همدلی نشان دادند. و الان در کردستان پیش اومده، باز هم مردم همدلی نشون دادن. و الان مسئله دیگه تنها مهسا امینی نیست، الان تمام دختران ایران هستن. بله خیلی روشن. بله. ظرف این چند روز ده ها نفر از دختران نازنین ایرانی کشته شدن، ربوده شدن، کسی ازشون خبر نداره. بنابراین مردم ایران، الان ناموس ایران در خطره، شرف کل ایران در خطره. و شما باید برای دفاع از ناموس و شرف خودتون بهترین فرصت رو در تاریخ پیدا کردید. واقعا واقعا به این جریان ادامه بدید. دکتر سمبول، یک کلیپی داریم، بلوچ‌ها مثل کردها، مثل بقیه اقوام ایرانی با موسیقی و رقص زندگی میکنن. کردها، دخترای کردستان تو سنندج و تو سقز و جای دیگه آمدن و رقصیدن. حالا بلوچ‌ها رو نگاه کن. مے گل زمی ماتے وطن ماتے وطن ماتے تو شاد بے آباد بے تو شاد بے آباد تو شاد بے آباد زندگ باد بلوچستان زندگ باد بلوچستان زندگ باد بلوچستان زندگ باد بلوچستان عجب قشنگ بود. حتما شما لذت بیشتری میبری. طبیعی. جالب بود، جالب بود. بله آقای دکتر، یک چیز رو در نظر بگیریم که شادی در یک کشوری که نباشه زندگی هم در اونجا نیست. واقعا 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 زندگی که نباشه دیگه آزادی نیست و هیچ چیز وجود نداره. برای همینه که دخترای ایرانو در سر تا سر کشور میبینیم که روسریش رو بالا آورده، داره میرقصه تو خیابونها، وسط ترافیک حرکت میکنه با حرکتهای بسیار بسیار زیبا. من میخوام به آقای خامنه ای، چون در بلوچستان بوده و الان جنایاتی رو که کرده باید پس بده، اینو میخوام بهش بگم که آقای خامنه ای، شما هرگز روحیه مقاومت، مبارزه و شادی رو از مردم ایران و مخصوصا مردمان سیستان و بلوچستان و همه بلوچ‌ها در هر کجا هستند نمیتونید بگیرید. تنها کاری رو که میتونید بکنید اینه که همون شعر فردوسی است که پدر کشتی و تخم کین کاشتی، به در کشته را کی بود آشتی. هر قدر که به این جنایت ها ادامه بدی میزان دشمنان خودتو در ایران بیشتر میکنید و الان در جهان. آقای دکتر، هشتگ مهسا و اخیراً ما زاهدان هم اضافه کردیم به بیش از 200 میلیون رسیده. میزان توییت ها در برای مهسا به 100 میلیون رسیده. بیش از 100 میلیون مردم جهان
با شما آقای خامنه ای الان دشمنه. به خاطر همین کارهایی کردی و کاش این همه تلاش رو صرف سازندگی این مملکت کرد. من هنوز جذابیت دیدن شعار زن زندگی آزادی رو صفحه اول روزنامه لیبراسیون به خط فارسی و روی روزنامه اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، این برام خیلی جذابه. یعنی واقعا به فارسی بر صفحه یک روزنامه معتبر قدیمی و همینطور لیبراسیون ظاهر بشه، خب اینا اسباب افتخاره. بعد دکتر حسین بوره، همونجوری که خودت هم گفتی، یک حالت همبستگی جهانی به صورت عجیبی هست. 50,000 نفر در تورنتو بیان جمع شن، در واشنگتن، در لس آنجلس، سان فرانسیسکو، تمام پل رو بگیرن، لندن، ترافالگار جای سوزن انداختن نبود، جلوی سفارت، جلوی حسینی خامنه ای که این جاسوسخانه باید تعطیل بشه، فرانسه همینطور. و من واقعا فکر میکنم که ما به یک لحظه بسیار حساسی رسیدیم. حالا همدلی جهان رو داریم. اگه یاد باشه دفعه پیش ما هم صحبت میکنیم، ناراحت بودیم از این بیغیرتی جهان، ولی الان داریم میبینیم حتی آقای جو بایدن اعلام کرده که افرادی که مردم رو کشتن مجازات خواهند شد و براشون مجازات های سنگین پیش بینی شده. اتحادیه اروپا جلسه ویژه داره برای رسیدگی به این هم. و من واقعا امیدوارم ما در آینده نزدیک سایه شوم این دیکتاتوری مذهبی وحشتناک رو از سر ملتمون دور ببینیم. و من واقعا ایمان دارم، میدونم با حسین بور رفیق قدیمی خودم یه بار دیگه در اون کوچه و خیابان‌ها قدم خواهیم زد. یعنی اینقدر برای من این تصویر زنده و جذابه که پاشیم با هم بریم زاهدان یه سفر، بریم بلوچستان رو ببینیم و در خانه پدری. آقای دکتر، من با یکی از دوستان عرب صحبت میکردم، جالب بود، گفت که این همدلیه که بین مردم عرب پدید اومده اصلا بی نظیره، گرچه منعکس نمیشه در رسانه ها و اگر منعکس میشه خیلی کم منعکس میشه به دلایل دولت ها، ولی این همدلی رو ما هرگز ندیدیم که بگیم که ایرانی ها و عرب ها، این همه کشور عربی مسلمان، تا این اندازه به هم از نظر قلبی نزدیک شدن. یک چیز جالب دیگری که گفت، گفت که ایران منبع تمام دستاوردهای اسلام هست، دستاوردهای بد و دستاوردهای خوب. اگر تونسته ایران غزالی و خیام و ابن سینا رو بپرورانه و در اون زمان تمام دنیا اسلام داشت به اون سو حرکت میکرد به دلیل ایران، و بعدن که صفوی ها اومدند و این همه سخت گیری کردند، کشورهای عربی هم تبدیل شدند به یک نمونه دیگری از صفوی ها و مردمان خودشون سخت گیری کردند، بدبخت کردند. در زمان شاه هم شاه نمونه یک شخصیت سازنده بود، تمام کشورهای عربی هم در همون راه حرکت میکردند. جمهوری اسلامی اومد همین بلایی رو بر سر مردم ایران آورد، بر سر مسلمانان آورد، و اونها هم به تبعیت از ملاها شروع کردن به سختگیری از مردمان خودشون. الان همه دریافتند که یک چیز هست، مردم ایران دارند به سوی حرکت میکنند که آرزوی همه مسلمانان هست، آرزوی همه عرب ها هست، آرزوی همه دنیا هست. برای همین هست که تمام دنیا هم پشت داره مردم ایران ایستادن. دکتر حسین بور، این جمله تو، من این عبارت رو تکرار میکنم از قول عبدالرحمن راشد، سردبیرم در شرق الاوسط و الان از مدیران شبکه ام بی سی. عبدالرحمن راشد میگفت شما ایرانی ها هر حرکتی کردین ما رو دنبال خودتون کشید. انقلاب مشروطه کردین، تو مصر هم شد، توی عثمانی هم شد، تو جاهای دیگه هم شد. بعد اومدین ملی کردن نفت رو کردین، عبدالناصر هم کانال سوئز رو ملی کرد و رفت اونجا.
بعد شاه اومد برنامه مدرنیزه و ایران رو بزرگ رو بردن، همه تقلیدش کردن، دنبالش اومدن، از صدام گرفته تا ملک فیصل و بعد ملک فهد. ولی با انقلاب اسلامیتون ما رو پرت کردید دوباره به عقب، دوباره اخوان المسلمین روش کردن. خوشبختانه مصری ها با دلاوریشون و ارتش مصر اخوان المسلمین رو خورد کردن و دیگه اینا بلند نخواهند شد، البته اگر دولت عظمای قطر کمک بهشون نکنه و آقای اردوغان هم از این روشش دست برداره. ولی به طور کلی میخوام بگم اخوان المسلمین هم بی‌آبرو شدن و مطمئن باشید این جنبش ما، همونطور که روز جمعه در بیروت دیدیم دختران و پسران لبنانی فریاد زن زندگی آزادی رو سر داده بودن و در عراق هم همینطور، ما شاهدش خواهیم بود. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم بریم تنفس آزاد رو ببینیم. به به، سید علی آقا، جولیا پتروس به شما اینو میگو، تنفس آزادی چقدر زیبا بود، چقدر زیبا بود. باید همیشه از علی آقا ممنون باشیم که میگرده پرفکت اون چیزایی که لازم داریم. خیلی قشنگ، عالی بود دکتر. وقتی که میگفت که با هم به زمین نخوریم، واقعا واقعا دلم گرفت که ما با هم به زمین خوردیم. بله بله، سال 57. و الان با هم باید بپاخیزیم. دقیقا. اگر با هم زمین خوردیم و به این روزگار افتادیم و چند نسل رو تباه کردیم و مملکت رو تباه کردیم، الان وقت اون هست که با هم بپاخیزیم. برای اینکه ما تنها، این رژیم تنها ایران رو ویران نکرد، خاورمیانه رو ویران کرد، واقعا دنیا رو به چالش کشید و به تباهی کشون. الان نوبت ماست که ما برخیزیم، نه تنها ایران بلکه خاورمیانه رو هم بسازیم، بلکه دنیا رو هم به صلح و صفا بکشونیم، تا ما هم روزگاری شاهد باشیم که چنین ترانه هایی، چنین مجالسی در ایران باز هم برقرار بشه و همه بدانیم که این مسئولیت به عهده ما بود که خودمان را از این چاه بیرون بیاریم. مسئولیت هیچ کسی دیگری نبوده، مسئولیت هیچ کسی نیست. ببینید الان که ما برخواستیم، تمام دنیا برخواستیم. دقیقا همینجوره. در مورد کشور عربی هم دکتر حسین بور، ملاحظاتی ممکنه دولت‌ها رو در علن در ظاهر به تصمیم گیری وانداشته، ولی در باطن شما بدون، الان تلویزیون العربی و الحدث و ام بی سی و شرق، چهارتایی که مال ام بی سی هستن، واقعا در 24 ساعت رویدادهای ایران رو کاور میکنن. فیلم های دست اول ماها رو میبرن تحلیل بکنیم و این فوق‌العاده است. و همینطور در لبنان با وجود اون حزب و شیطان مسلط، ام بی سی، تلویزیون هایی که اونجا هست، المستقبل، اینا، ال بی سی، اینا همشون پوشش کامل دارن میدن. تو غرب هم میدونم، من دیشب بی بی سی داشتم، خبر بی بی سی انگلیسی رو داشتم نگاه میکردم، یک کاورج 6-7 دقیقه راجع به ایران بود، فوق العاده بود. یعنی تلویزیون های آمریکا همینجور، الان مردم اعتراض کردن به سی ان ان که چرا پوششتون کمه، فاکس نیوز هست، اونای دیگه هستن، ولی سی ان ان رو به خصوص چرا قد کمه. بنابراین میخوام بگم یا تلویزیون فرانسه، آلمان چقدر مواضع مترقی و درستی گرفته، صدر اعظمش وزیر خارجه. دکتر زمیدی، پریروز همکارمون محمد رضا شاهید در فرانسه با وزیر خارجه فرانسه صحبت میکرد، ازش سوالی کرد راجع به ایران و او گفت نه اینکه فقط من زنم که افتخار میکنم و درود میفرستم به زنان ایران که درس آزادگی رو دارن میدن، ولی به عنوان یه فرانسوی، یه آدمی که دنبال آزادی هست،
از مردم ایران پشتیبانی میکنم و اعمال رژیم رو محکوم میکنم. این از زبان وزیر خارجه کشوری مثل فرانسه بسیار با اهمیته. و همینطور رژیم ادعا کرد که آمریکا به زودی پولای ما رو آزاد میکنه. روز یه شنبه تعطیل سخنگوی شورای امنیت ملی اومد گفت این دروغ خیلی نفرت آوری است، ما هم کاری نمیکنیم. اگر این اتفاق نیفتاده بود میکردن. این اتفاق جلوی این سازش ها رو گرفت، ولی اصلا با نشستهای پنهانی که در عمان داشتن قرار بود که برجام رو سه هفته پیش امضا کنن و این مردم بودن که جلو این رو گرفتن. واقعا درود به این مردم دلاور. خب شما هم گفتید که دست همدیگر رو گرفتیم پریدیم تو چاه. حالا واقعا باید نفسها رو در سینه بکنیم و برخیزیم، پرواز باید کرد. این بچه های نسل، دو تا نسل بعد از ما رو نگاه کن دکتر حسین. ما در اون زمان اکثریتمون، نه حالا شما رو نمیگم ولی اکثریتمون، تو ذهنیتمون قهرمانمون چگوارا بود و نمیدونم هوشیمین بود و ما و تو ستون. برام مشیری یه رو صحبت میگرد میگه آخه تو رو خدا فکر کن با تنبون از دهات اومده قهرمانش هم شده ما و تو ستون. آقا ما و تو ستون به تو چی کار داره؟ چرا ستارخان قهرمانت نمیشه؟ چرا تو مملکت؟ و واقعا خیلی بد بود، خیلی. من الان به یاد میارم، خدا شاهده دکتر سمبول، اگر شما شعری میگفتی که توش جنگل و خون و خفقان و غیره نبود مسخرت میکردن. تو کافه فیروز میرفتی جواب سلامتو نمیدادن. حتما باید یه نیشی به حکومت میزدی. حالا شما البته خدا خیر بده توی راهی بودی که پشیمون نیستی یک کار کردی. واقعا شماها رفتید و یا چقدر جای دو نفر خالیه، یکی داریوش همایون یکی شاپور بختیار. من واقعا احساس میکنم واقعا این دو تن امروز چه کار میتونستن بکنن. همایون مرد بزرگی بود، بختیار هم و حیف همایون رفت و بختیار هم که سرش رو بریدن. پیشبینی چیه دکتر حسین بود؟ آقای دکتر من اول یه اشاره بکنم تو همون کافه نادری که همون ها جمع شدن. من دو بار رفتم، دو بار که رفتم اونجا، خب اولا من که شاعر نبودم ولی می نوشتم. بله. و متوجه شدم که این محیط محیط سازنده ای نیست، محیط بیشتر آرمانی و آرزویی است که جدا از مردم ایران فکر میکنن، دور از مردم ایران فکر میکنن. دیگه نرفتم، دیگه نرفتم، ولی آنچه نسبت به آینده است، ببینید آینده همون چیزی است که ما الان ازش میسازیم. اگر ما اکنون رو بسازیم آینده رو ساختیم، اگر اکنون تو خیابون ها باشیم آینده رو ساختیم. من از هموطنان و دوستان بلوچم اینجا مخصوصا میخوام اینه بگم که 43 سال شما بدون اینکه مشارکتی در انقلاب داشته باشید به زحمتهای فراوان افتادید، این همه کشته دادید بدون اینکه کاری بکنید. اکنون وقت آن است که از این مرحله به طور کلی همه مردمان ایران خارج بشن. از مرحله پذیرش ظلم و ستم باید همگی خارج بشن. از مرحله قبول کردن تسلیم شدن باید به کلی خارج بشن و وارد مرحله جدید بشن. الان فرصت داریم، همیشه این فرصت ها نیست، این فرصت ها گاه گاهی در تاریخ پیش میاد، ممکنه هر صد سال یک بار. اون فرصتی که در زمان مشروطیت پدید آمد و همه مردم ایران موجب شدند که این انقلاب پیروز بشه، الان همون زمانه. و من نقش شما مردم ایران رو در تک تک شهرها و مخصوصا در سیستان و بلوچستان خیلی خیلی روشن میبینم. با اراده محکم بیستید و همگام با مردم ایران حرکت بکنید. این ناچارم به شما بگم که جلوتر از مردم ایران حرکت نکنید،
برای اینکه ممکن هست شما رو مجبور بکنند که دست به سلاح ببرید. اگر دست به سلاح ببرید، اون وقت جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه. همین چند روز پیش واشنگتن پست یک مقاله چاپ کرد به نقل از منابع خبری خودش در ایران، از ایسنا و ایرنا و تسلیم و اینها، که همهش میگفت که این بلوچه دارند خودشون رو میکشند. تعدادی از تجزیه طلبان رفتن، 19 بلوچ دیگر رو کشتن. آخه این به عقل کی درست میرسه؟ بنابراین الان با حرکت‌های مدنی، با تظاهرات و با اعتصابات حرکت بکنید. گرچه میدونم که 9 نفر از سرداران بلوچ رو، توایف بلوچ رو جمهوری اسلامی کشته، تعداد بیشتری رو هم شاید کشته، ولی من خبر ندارم. الان زمان عصبیت نیست، زمان مدیریت و رهبری است و هماهنگی. خودتون رو هماهنگ بکنید. زمانی که مردم دیگر ایران به دفاع از خودشون برخواستن، اون زمان هست که شما هم از خودتون دفاع بکنید. اشاره کردی به موضوع که در یه روزنامه آمریکایی منتشر شد. ببین آقای دکتر سمبور، از ماست که بر ماست. تعدادی از ایرانی ها در این روزنامه رخنه کردن. من یادم هست اولی که اومده بودم لندن، دوستی داشتم در دیلی تلگراف که زمان انقلاب اومده بود ایران. من شروع کردم اونجا یه چیزایی نوشتم، ولی مطلبم که در میمد میدیدم تحریف شده است، وارونه شده. به روز رفتم پیش سردبیرش، خیلی به اعتراض گفت ببین ما یه سیاستی داریم که اون سیاست رو باید دنبال بکنیم و این سیاست برای این نیست که جمهوری اسلامی تضعیف بشه. خیلی سریع به من گفت آدمایی هستن در این روزنامه متاسفانه ایرانی هن، حالا آمریکایی شدن، انگلیسی شدن، هرچی، اینا متاسفانه این مطالب رو می نویسن که گاهی اوقات واقعا فریاد منم در میاره، فریاد من. به هر حال ما هم باید تلاش کنیم از طریق آشنایی ها، ارتباطات، به این روزنامه ها تذکر بدیم که این افراد ایرانی نمایی رو که آوردین، اینا دلشون با مردم ایران نیست و اینا دارن از وزارت اطلاعات دستور میگیرن یا توجیه میشن. بله آقای دکتر، یک چیزی که مهم هست که اگر در زمانی که این همه از مردم ایران برخواستند و کشته شدند، یک نفر ایرانی باز هم از وزارت اطلاعات، از سپاه، از جاهای دیگر دستور بگیره و این دستور رو در جهت هدفهای جمهوری اسلامی جلو ببره، این واقعا خیانت به تک تک ایرانی هاست. برای اینکه آخر یک مقداری انسانیت کافی است که تا ما ببینیم که چقدر ایرانی ظرف این 43 سال کشته شده، چقدر محرومیت ایجاد شده. آخر اونها بدونند که حتی سرزمین ایران داره غیر قابل زندگی میشه. تمام دریاچه ها از بین رفته، دریاچه هامون، دریاچه جزموریان، ارومیه و ده ها تالاب و جزیره دریاچه دیگر از بین رفتن. ایران داره غیر قابل زندگی میشه. این رو در نظر داشته باشید که وقتی که یک مقاله می نویسید. در ضمن آقای دکتر، همونطور که شما خوب می دونید، این در روزی که جمهوری اسلامی بره، که امیدوارم به زودی باشه، همه اینها باید محاکمه بشن و از نظر قانونی از آقای خامنه‌ای گرفته تا کسی که تفنگ در دستش است، تا کسی که مردم را با آبپاش یا با تفنگ میزنه، همه اینها باید محاکمه بشن. در ضمن شنیدیم که تعداد زیادی از ماموران جمهوری، از مقامات جمهوری اسلامی از ایران فرار کردند، دارند فرار میکنند. بنابراین آخر سر مردم ایران کی باقی میمونه؟ همون بسیجی بدبختی که الان عامل هست، همون پاسداری که الان عامل هست، همون میمونه، کشته میشه یا بعدن میگیرن و محاکمش میکنن. بنابراین هوشیار باشید مردم، که نویسندگان باید وجدان جامعه ایرانی باشن، وجدان جامعه باشن در همه جا. کسی که الان قلم رو میگیره و به نقل از ایسنا و ایرنا و تسنیم مقاله می نویسه برای واشنگتن پست و هموطنان بیگناه خودشو گناهکار نشون بده، تجزیه طلب نشون بده، بعدن هم
از بلوچستان حرکت بکنه بره به کردستان و جاهای دیگر، آذربایجان، کردها، آخر همه اینها تجزیه طلبند آقای خامنه ای. ننگ بر اینها بود، چون اینا دیگرشون بیشتره، چون در یه دنیا آزاد زندگی میکنن. من با این خانم شیرین هانتر دو سه دفعه توی بحثای تلویزیونی بودم، اصلا تهوع‌آور بود مواضعش. یعنی یه خانومی که خودشم نمیدونم چی بگم، همسرشون و خودشون مداحان جمهوری اسلامی هم. و یکی دو تا دیگه که اصلا برای من غیر قابل قبول بود، یکشون تو زندان جمهوری اسلامی هم رفته بود، بعد اومده بود دفاع میکرد از جمهوری اسلامی. به هر روی ما یه آقای عیاد جمال الدین داریم، روحانی عراقی، هم صدا با ما بود، رفت شاهزاده رو دید با حسین خمینی، خیلی چیز بود. حالا 180 درجه تغییر جهت داده، علیه ما، علیه شاهزاده، علیه. گفتم پاکت ها خیلی درشت بوده، چون این پاکت ها کلفت بوده، پاکت ها، چون اینجور که این بابا جوش زده خیلی پاکت ها کلفت بوده. و نمیدونم واقعا متاسفم که آقای دکتر دنبال که کردی انعکاس این جریانات در رسانه‌های پاکستان چطور بوده؟ در رسانه‌های پاکستان همدلی بسیار بسیار زیاد وجود داره، ولی کنترل دولت هم وجود داره. بله. برای اینکه در اونجا هم خیلی نفوذ کردند، هم در میان روزنامه‌نگاران نفوذ کردند، هم در میان شیعیان رو که به طرف خودشون کشیدن. راستی همینجا یادم افتاد که شیعیان افغانستان و پاکستان تحت عنوان زینبیون و فاطمیون وارد ایران شدند، از چند قسمت، از قسمت چابهار، زابل و زاهدان، و بعدن بسیاری از اینها رو الان در همون منطقه سیستان و بلوچستان به کار میگیرن، در سرکوب مردم نقش عمده دارن، و بسیاری از اینها رو هم فرستادن به تهران و همراهانشون و رهبرانشون هم هستن. این چند نفر آدم محدود شیعه زابولی خود فروخته که اینها دارند این زینبیون فاطمیون رو راهنمایی میکنن در تهران برای سرکوب مردم. ولی هم جالبه، حتی در افغانستان هم این همدلی با مردم ایران وجود داره. دقیقاً عجیبه. یعنی دکتر هیچ کسی نمونده که از دست جمهوری اسلامی آسی نشه. در ترکیه هم همینطوره. اون خواننده ترک مگه موهای خودشو به اعتراض کوتاه نکرد؟ عراق آدم میبینه واقعاً هیجان انگیزه. مردم بیان مرگ بر خامنه ای بگن، عکساشو پاره کنن، عکسای خمینی رو زیر پا بندازن تو همین تظاهرات اخیرشون. و این به نظر من خب خیلی مهمه، یعنی مرگ جمهوری اسلامی یعنی واقعا آزادی منطقه. شما فکر کن در یمن چه اتفاقی میفته، در سوریه، در لبنان، لبنان اسیر، 40 سال لبنان اسیره. اون کشوری که من و شما میدونستیم چی بود، گل سرسبد خاورمیانه، امروز به چه روزی تبدیل شده که نانش رو نمیتونه تأمین بکنه. و بسیار متاسفم هستیم. آقای دکتر ببینید، شما از اینجا که ایران رو نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی اصلا سر تا سر کاری که کرده اشتباه ناپذیر بوده. ایران رو که نگاه میکنید، خب از یک طرفش افغانستان و پاکستان هستند، دو تا منطقه بزرگ بلوچ نشین در این کشور هست. شمال که نگاه میکنید جمهوری ترکمنستانه، میرید اون طرف طرف به سوی غرب جمهوری آذربایجان هست، ترکیه هست، میاید به طرف جنوب تمام کشورهای عربی هستند. یک دوست در این میان نداره. برای ایران نگذاشتن واقعا. حالا رفتن در چند تا کشور خرابکاری کردن مثل عراق، سوریه، و مردم ایران یادتون باشه پایان جمهوری اسلامی تنها پایان دیکتاتوری در ایران نخواهد بود، پایان دیکتاتوری در عراق خواهد بود، حتما. پایان دیکتاتوری در یمن خواهد بود، در سوریه خواهد بود، و لبنان هم آزاد خواهد شد. همه کشورهای عربی به دنبال اون
نظامی خواهند رفت که شما دارید میسازید. بنابراین شما دارید الان خاورمیانه رو میسازید مردم ایران. واقعا اون چی رو که انجام میدید دست کم نگیرید. بسیار به نظر من دکتر سنبور حرف مهمی است و من بازم تاکید میکنم نابودی جمهوری ولایت فقیه یعنی بازگشت لبخند به لبان منطقه، بازگشت موسیقی. شما فکر کنید در ایران 90 روز به عزاداریه. آخه شما یه ملتی 90 روز عزاداری کنه برای آنچه که 1400 سال پیش اتفاق افتاده. چقدر ایران در این ایام تعطیلی داشت. یه روز مرگ خمینیه، یه روز مرگ امام فلان، یه روز امامزاده فلان، سه تا فاطمیه. آخه چرا باید سه تا فاطمیه باشه؟ تکلیفتون روشن کنی یه روزو بذارید برای وفات حضرت زهرا، نه اینکه همینجوری هفته پشت هفته تمام مملکت تعطیل کردن. و شما میدونی آقای دکتر سمپور تو کشورهای پیشرفته و متمدن یک روز تعطیل رو حساب میکنن که معادل چند ساعت کاره و معادل چند ضررهایی هست. و تو آمریکا شما فکر کنید در کل آمریکا نگاه کنید 4 تا مثلا روز تعطیلی داره که یه روز مثلا کریسمس، یه روزی برای مارتین لوتر کینگ، یه روز روز 4 جولای، 4 تا روز 5 تا روز داره. تو همین انگلستان 4 5 تا بانک هالیدی ما داریم و دتسید و شب کریسمس و جمعه مقدس، یعنی دیگه ما چیزی دیگه نداریم. ولی در ایران آخه چه خبره؟ 12-13-14 میلیون نفر سنی هست، اینا باور ندارن به این اهل بیت و این بساط. چرا باید تعطیل باشه؟ چرا باید کارشون متوقف باشه؟ امیدوارم واقعا آقای دکتر سنبور از شر این مصیبت هرچه زودتر راحت بشیم و من ایمان دارم راحت خواهیم شد. بار دیگر اون فضای زیبا و دوست داشتنی و همدلی رو خواهیم داشت. در حال خیلی ازت ممنونم برای حضور در برنامه. دکتر من یک چیز بگم، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اگر هر کسی دوست نداره کشور رو ترک بکنه. خب ما اکثریتیم، ما میگیم که شما ایران رو ترک بکنید. بله بله، هر کجا که میخواید برید برید، ما در ایران هستیم، در ایران میمونیم، از قبل بوده ایم. بسیاری از شما تازه به ایران اومده اید، شما برید، بگذارید که ما این مملکت رو آباد بکنیم، که شما هم افتخار بکنید به مملکتی که ما آباد خواهیم کرد. و تمام دنیا رو هم در این زمینه دچار ثبات، امنیت و شادی و خوشحالی میکنه. درود بر شما دکتر سنبور عزیزم، به امید دیداری دوباره در آینده نزدیک. بسیار ممنونم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر رضا حسین‌بر، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.